بهرویش، تولید و تأمین نهادهای کشاورزی. به نام خدا. سلام، مهدوی هستم. در این گفتار در رابطه با بیماری سفیدک پودری انگور و مدیریت کنترل آن صحبت خواهم کرد. انگور یکی از محصولات مهم باقی در دنیا و ایران به شمار می رود که از نظر سطح زیر کشت در رتبه چهارم و از نظر تولید در رتبه دوم قرار دارد. در حال حاضر بیماری سفیدک پودری انگور به عنوان مهمترین عامل در بروز خسارت و کاهش کیفیت و کمیت این محصول شناخته می شود. خسارت این بیماری از طریق ترک خوردن دانه ها، نامرغوب کردن محصول از نظر بازار پسندی، کاهش شدید وزن محصول، کاهش رشد بوته ها و ضعیف نمودن آنها می باشد. قارچه عامل این بیماری روی اندام های مختلف از جمله برگ، ساقه، پیچک، گل و میوه ظاهر می شود و آن را مورد حمله قرار می دهد. جهت پیشگیری و کنترل این بیماری تدابیر مختلفی اتخاذ می شود. از جمله نخست بهداشت باغ شامل هرس بوته های انگور به خصوص هرس شاخه های خشک و جمع آوری و سوزاندن آنها به همراه برگ های آلوده. دوم عملیات زراعی، در واقع شرایط گرم و خشک ایدئال ترین شرایط برای رشد و توسعه این بیماری در باغ ها می باشد. بنابراین مرطوب نگه داشتن باغ و کاهش فاصله دور آبیاری باعث کاهش خسارت خواهد شد. سوم، استفاده از ارقام مقاوم که مطمئن ترین راه برای کنترل بیماری های گیاهی می باشد. چهارم، مبارزه شیمیایی شامل گلگوگرد که جزء ساده ترین و پرمصرف ترین ترکیب شیمیایی هست و از نظر مصرف راحت، دارای قیمت مناسب و کارایی نسبتا خوب می باشد و همچنین سموم نفوذی یا سیستمیک. نکته قابل توجه در مبارزه با این بیماری استفاده همزمان از روش‌های مختلف مبارزه و تناوب سموم به خصوص سموم سیستمیک مانند توپاس می باشد، چون استفاده بی‌رویه از سموم سیستمیک در طولانی مدت باعث شکستن مقاومت نژادهای قارچ به قارچ‌کش‌ها می شود و این امر باعث ظهور نژادهای جدید قارچ خواهد شد. در نتیجه تکرار سمپاشی با یک نوع سم نه تنها بیماری را کنترل نمی کند، بلکه باعث افزایش نژادهای مقاوم قارچ به قارچ‌کش‌ها و نهایتاً اپیدمی بیماری را موجب می گردد. امیدوارم این گفتار برای شما سودمند واقع شده باشد. خدا نگهدار. www.behruyesh.ir